حمله داریوش ارجمند به رضا عطاران و سارا بهرامی و کلی بازیگر دیگه به خاطر بازی در فیلم‌های مبتذلی مثل فیلم هزار پا. با ما تو این ویدیو همراه باشید. صحبت‌های جنجالی که داریوش ارجمند درباره فساد توی سینما و مبتذل شدنش میشنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب یه مصاحبه چند وقت پیش با داریوش ارجمند انجام شدش که درباره مسائل مختلف صحبتهایی رو انجام داد و درباره ابتذال توی سینما و فسادی که گریبان این سینما و تلویزیون رو گرفته صحبتهایی رو داریوش ارجمند مطرح کرد و گفتش خیلی از بازیگرای این دور زمونه رو آوردن به این ابتذاله و به خاطر پول حاضرن هر کاری رو بکنن و تو هر فیلم مبتذلی بازی بکنن. الان سینمای ما شده مثل حموم عمومی، همینجوری آدم‌های مختلف واردش میشن، یه سری فیلم و نقش مبتذل رو بازی میکنن و اصلا هم غیرت و خانواده و اینجور چیزها رو لحاظ نمی کنن و توی فیلم هایی بازی می کنن که عمرن خودشون هم با زن و بچه شون حاضر باشن برن اون فیلم ها رو تماشا بکنن. داریوش ارجمند توی صحبتاش یه تیکه‌ای هم به رضا عطاران و سارا بهرامی و خیلی از بازیگرهای دیگه که فیلم هایی به ظاهر مبتذل بازی می کنن انداخت و اشاره کرد به فیلم هزار پا و سکانسی که رضا عطاران و سارا بهرامی دستشون بسته بود و سارا بهرامی میخواستش از جیب رضا عطاران یه فندکی در بیاره که بتونن تناب‌هاشون رو بسوزونن و دستاشون رو باز بریم. با هم صحبت‌های داریوش ارجمند و حمله‌ای که به خیلی از بازیگران و سینماگران انجام داده بشنویم. حالا بگذاریم که مثلا حموم عمومی هر کی واردش میشه لونگ بهش میدن، سینما الان اینجوریه، حساب کتاب نداره که. هر کی میخواد تهیه کننده است، هر کی میخواد کارگردان، هر کی میخواد آکتور است، تو هر زباله‌دونی هر کی رو میخوان برمیدارن میارن جلو دوربین، پشت دوربین، بالای دوربین، پایین دوربین، همه جا میذارن دیگه. دیدین دیگه، اینا حقیقته، بدمون نیاد. ماها سرباز این جبهه ماها هستیم، بعد حفاظت کنیم، حراست کنیم. کسی که این کار نیست نریم باش کار کنیم، چون پول خوب میدن نریم هر کاری که میگن بکنیم. وارد نشیم به یه کاری که تو سناریو میخونیم پسره نمیدونم به دختره میگه دستو بکن تو جیبش، شلوار من کلید منه بده، بعد هزار جور قرقنبیله بیاره که بفروشه. آقا وقتی اینه میخونید سناریو نکن، مگه وجدانت قلقلک نمیده؟ ناموست قلقلک نمیده؟ روت میشه با زن و بچت بری تو این سینما ها؟ میگه به من چه مربوطه؟ آقا من میگم قرآن میگه انظر الی طعامک، به قضات نگاه. خب رفقا، نظرتون راجع به صحبت هایی که داریوش ارجمند انجام داد چیه؟ به نظرتون حرفاش تا چه حدی درسته؟ آیا واقعا این ابتذال توی سینما وجود داره؟ و آیا سکانس های این تیپی مثل سکانسی که رضا عطاران بازی کردش جز سکانس های مبتذل سینما به حساب میاد و فیلمی مثل هزار پا یه فیلم مبتذل از نظر شما؟ حتما نظرتون رو ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.